باز گذارم و من یه مطمئنم سوال که این میتونم اتفاق ازت خواهد بکنم لوتوس جان؟ یه سوال در مورد این حرف. بگو از این اونجایی که گفتی که هر کسی میگه بیا با من اتحاد کن، آیا الان هم فکر میکنی شرایط اونجوریه؟ و در مورد اینکه مثلا آقای رضا پهلوی اومد صحبت کرد، آیا به نظرت این بود که بیاین با من اتحاد کنین؟ نه، من فکر میکنم ایشون این نظر رو نداشتند. به نظر من ایشون اولا هم با اینکه خودشون از این خلق قدرت کردن، در واقع یک جوری از این چیز کردن، ممانعت کردن از اینکه مثلا بچه‌ها بهش بگن آ بیشین رهبرشو، بیا بیشین رهبرشو، خودش داره میگه دیگه. ایشون فهمیده قضیه رو که آقا توی یک سیستم اجتماعی بهتره که یه تعدادی نخبه با هم دیگه تا یک نفر. یک نفر آقا میتونه مشکل پیدا بکنه، میتونه امروز یه چیزی بگه فردا یه چیزی بگه. نگاه کن مثلا آقای حسینی رو مثال میزنم، مثلا یه تعدادی میرن زیر چتر آقای حسینی، فردا یه چرتی میگه، اینا همه که رفتن زیر چتر ایشون شروع میکنن به اسفیکن شدن، ناراحت شدن. فخرآور رو نگاه کن، میاد مثلا چه میدونم 4-5 ساله ضد رژیم، بعد یه دفعه میگه آقا حامده بزنید، همشون در به داغون میشه. تعداد زیادی از اون بچه ها میگه ای من اینو داشتم به مورد. خب این کار نمی کنه دیگه. ما باید متوجه این قضیه باشیم یا آقا این مدل تک محوری یه نفر اون بالا دستور بده همه مثل گل دنبالش بیفتن کار نمی کنه. آقا ما اینقدر آدم باهوش داریم، الان اوینو ولش بازش کنن ازش 5000 تا 6000 تا لیدر میزنه بیرون. اینا رو بعد کنار هم دیگه جمع بشن با هم دیگه آقا یک کاری به این کشور بکنن که چندین و چند سال عقب افتاده است همه چی. ولی خب نمیتونیم فقط ببین نگاه کن، مثلا اینه که کسی رو به نظر بنده نباید از سیستم حذف کرد. یعنی هر کسی که واقعا علاقه داره که به این مرد به درد این مردم برسه تو اون شورا یا تو اون اینستیتو تاثیرگذار بشه، بیاد کار خودشو بکنه. هر کسی، چون اینا همشون ولی در وهله اول من اون اتحاد رو باید قبول داشته باشه توش. آره همشون منابع مهم دیگه، هر کسی همشون منابع لوتس هر کسی آره. هر کسی یعنی مثلا نه فعلا حالا اون کسایی که هدفشون این هستش که از این نظام تمامیت خواه بگذرن، مثلا مریم رجبی اگه بخوای از نظر تفکر نقادانه به قضیه برخورد کنی حتی ایشون هم نباید حذف بشه اگه قصدش گذاره از جمهوری اسلامی است. ولی ایشون خب سابقه خوبی نداره، یعنی حرکت هایی که کردن به نظر میرسه حالا اون چیزی که ما ظاهرش رو دیدیم مشمعز کننده بودم. نه آره یا نه بر اساس در عمل در بر اساس کریتیکال تینکینگ هر کسی که بخواد هدفش این باشه که از این نظام رد بشه اوکی هست. مگه بر اساس دیگه ای داریم به غیر از تفکر نقادانه بر اساس وحی الهیه؟ این که میگه که مثلا بخواد مریم بیاد فرد بخواد تفرقه بین مردم توی چیز به وجود بیاره و جنگ داخلی به وجود بیاد، اینو میشه بررسی کرده. اونم میشه تفکر نقادانه دیگه. من اگه اونم بررسی کنیم اونم میشه تفکر نقادانه. اونم بررسی بعد همونی دارم میگم. آره اونم بعد بررسی بشه. بعد ولی میتونی تو بذاری توی سیستم دیگه. آقا اگه تو از هدف سیستم عدول کردی توی این انجمن توی این اینستیتوت نیستی و سیستم خودش مثل آنتی ویروس عمل میکنه، ویروس از خودش بیرون میکنه. قواعد بازی رو هر کسی قبول کرد باید بیاد تو. آفرین. حالا در باید نمیه روزی اتاق میزه. یک کلام. اینجوری تو میتونی. آره علی. خب بچه ها خیلی ممنونم از که به این وقت دادین و سپاسگزارم. ممنون از شما لطفا.